سلام تماشا بینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم نویبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 7 سال حکم زندان خوشدامن منوره برای به خودکشی رساندن کلینش. انتخابات پرزیدنتی قزاقستان یگان عریف توقایف شانس ندارد. هلاکت 2 ساکن جماعت خسته‌ورز در زیر دیوار بتونی. آغاز تعطیل 10 روزه تیرماهی در مکتب های تاجیکستان. کودکان تا 1 ساله را در تاجیکستان واکسینه نو می کنند. اثرات سیل در گوشه های گوناگون تاجیکستان. بازداشت 1 زن تاجیک با 120 کیلو لباس در قطار تاشکند ولگاگراد. و اکنون تفصیلات خبرها. بی بی کلا نزاروا خوشدامن منوره عبدالفتاح که جسدش ماه ایون سال گذشته در نویه فیض‌آباد با 26 ضرب کرد یافته شد، برای به خودکشی رسانیدن کلینش 7 سال روانه زندان شد. در این باره عبدالفتاح میساقوف پدر منوره روز 1 نوامبر سال 2022 به اپریوس خبر داد. او گفت حکم امروز 1 نوامبر از جانب سود نویه فیض‌آباد صادر شد و بی بی کلا نزیروا بر اساس قسم 2 ماده 109 به خودکشی رسانیدن کودکس جنایتی گوناگون دانسته شد. در مرافعه دادگاهی پیشین بی بی کلا نزیروا در مرگ کلینش منوره عبدالفتاح خود را قسمان گوناگون اعتراف کرد، ولی گفت فکر نمی کند که مناقشه های بین او و کلینش سبب خودکشی منوره شده باشد. وکیل دفاع نظر و قبلا از دادگاه خواسته بود که کردارهای زرهیمواش را با قسم 1 ماده 109 به خودکشی رسانیدن کودکس جنایتی بند و بست کرده نسبت به او قانون افرا تطبیق نمایند و او را از جوابگری جنایتی آزاد کنند. ولی عیبدار کننده دولتی به این مخالف برآمد و دادگاه نیز آن را نپذیرفت. جسد منوره را ماه ایون سال 2021 از منزلی که او و اهل خانواده شوهرش در مرکز نویه فیض‌آباد اجاره می گرفتند پیدا کردند. نزدیکان منوره عبدالفتاح از اول فرضیه خودکشی منوره را زیر شبه گذاشته خواستار جزای شدید برای خوشدامن و دیگر خویشاوندان طرف شوهر منوره شده بودند. آنها دعوا داشتند که دخترش خودکشی نکرده است، زیرا یک انسان نمیتوانست خودش به بدن خودش 26 ضربه کرد زند. ولی دادستانی کل پس از تفتیش پیشکی علت مرگ منوره عبدالفتاح را خودکشی نامید و گفت در نتیجه عملهای زیاد تفتیشاتی و اکسپرتیزهای سودی گوناگون معاین کرده شده است که سبب مرگ جوانزن خونروی از 3 جراحات خلنده و برنده در موضع گردن و شکم برداشته او گشته است. ولی نزدیکان جوانزن تا حال بر اینند که او را کشتند. منوره عبدالفتاح 3 فرزند داشت و هنگام رخ دادن این حادثه فاجعه‌بار شوهر منوره در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال های اویلوی سبب های اساسی خودکشی ها در تاجیکستان نام برده می شوند. روز 20 نوامبر سال 2022 در قزاقستان انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی دایر می شود. برای اشتراک در انتخابات 6 نامزد ثبت نام شدند و معرکه های پیش از انتخاباتی اونها علاقه آغاز یافته است. پایگاه خبری تحلیلی کبر آسیا در یک مطلب می نویسد که انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی در قزاقستان به احتمال غالب با پیروزی بیچون چرای پرزیدنت کنونیش قاسم ژمار توقایف به انجام می رسد، زیرا 5 رقیب در برابر او ثبت نام شده نفران برای جامعه ناآشنایند و تجربه چندان در عرصه سیاسی قزاقستان هم ندارند. کارشناسان می گویند احتمال اینکه کسی از رقیبان ثبت نام شده توقایف بتواند با او رقابت کند خیلی ناچیز است. بعد آنکه توقایف روز 1 سپتامبر از برگزاری انتخابات پیش از مولت خبر داد، 15 نفر نامزدی خود را پیش بری کردند. اسناد 2 نامزد زن ساکن پولشا بلی ماجیتسا و اینگا ایمونبوی همسر رهبر حزب ثبت نام شده دموکراتی قزاقستان ژنبولات مامایرو حتی قبول نکردند. سیاستمدار مخالف امیرجان کوسانوف که در انتخابات سال 2019 رقیب اساسی توقایف بود و 16% آواز گرفت، این دفعه به طور غیر انتظار اعلام کرد که نامزدیش را نمیگذارد. کوسانوف عزم ائتلاف دموکراتی برای پیشبری نامزد دیگر را یک دلیل این تصمیم خود نامید. از طرف دیگر
او ریسک تکرار حادثه های خونین ماه ینور در صورت پیشبری نامزد قوی اپوزیسیونی را دلیل دیگر برای پس کشیدن نامزدیش نمید. 12 داوطلب باقی مانده اسنادش را به کمیته مرکزی انتخابات سپردند، ولی رسما تنها 6 نفر آنها ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که هنوز به مبارزه سر نکرد نامزدیش گشت سابق معاون وزیر کشاورزی قزاقستان نورجان التیبایف بود. او را سازمان جمعیتی مکلمس پیشبری کرد، ولی گروه اعضای این سازمان به کمیسیه مرکزی انتخابات شکایت بردند که گویا نتیجه های آوازدهی دستکاری شده است. در نتیجه کمیسیه نامزدی التایف را پس گرداند. معمار قزاق خیرالله گب جلیلوف که یکی از مؤلفان تر پول ملی قزاقستان از جانب اتحادیه قزاقی های برون مرزی عصر پیشبری شده بود، به دلیل نداشتن سابقه کار در مقامات دولتی و در بیرون از قزاقستان تولد شدنش ثبت نام نشد. نامزده تاجر و وکیل سابق پارلمان تلگات ارگالیف که از نام اتفاق ساختمانچیان قزاقستان پیشبری شد، با آن دلیل رد شد که تنها سازمان های جمعیتی حق پیشبری نامزدی به پرزیدنتی رو دارند، نه سازمان های صاحب کاری. باز یک وکیل سابق پارلمان اقتصاددان جوماتای علیف که با پیشنهاد های غیر عادی چون منع ابورت به هر مجرد بعد ازدواج پرداخت کردن $2,000 نام برآورده بود، به دلیل زیاد بودن امضاهای قلبکی طرف دارانش رد ثبت نام شد. رهبر سازمان جمعیتی پراکتیچسکای پسیکولوژی فاطمه بیزاکوا باشد به سبب نداشتن سابقه کار در مقامات دولتی نتوانست نامزدیش را ثبت کند. بدون شک نامزد اساسی ثبت نام شده پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمار توقایف. او را یک بار چند اسم، هم اسم حاکم امانت، هم اسم خلقی قزاقستان و هم اسم اوخجول و با شدین سازمان های جمعیتی پیش بری کردند. توقایف برنامه پیش از انتخاباتیش را بر اساس وعده ادامه اصلاحات بعد از حادثه ماه ینور آغاز کردش و ساختن قزاقستان نو تهیه کرده است. برنامه او از جمله از بین بردن الیگاپولیا، حکمرانی گروه های معدود، از مناپولیا و رها کردن اقتصاد، بی‌طرفی در سیاست خارجی را در بر می‌گیرد. 5 نامزد دیگری را کم کسی می‌شناسد، زیرا در گذشته نه منصب های بلند داشتند و نه عضو الیت سیاسی اند و نه صاحب کاران معروف. یک نظرسنجی تلویزیون خبر در برنامه نرود میکروفون هم نشان داد که ساکنان بجز از توخایف درباره موجود بودن نامزدهای دیگر چندان خبر ندارند. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 31 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه دو ساکن کوچه به نام دودا زوکروف جماعت دیوت خستیورز نویای بابوجان غفوروف هنگام کار در یک بنای خرابه زیر دیوار بتونی مونده بعد وقت رسیدند. بنا به خبر ریاست اولتای فوق‌العاده ولایت سوخت، این دو نفر که یکی 43 و دومی 35 سال داشتند، همچون کارگر کرایه وارد انشاد بیکار خوابیده که به شرکت اسرار منصوب بوده در قلمرو جماعت دیهات پتر شهر کنبودام جایگیر می باشد وارد شدند. این بنا قبلا کارخانه تولید رفغن بوده است. متاسفانه هنگام ویران نمودن قسمت انشاد یاد شده هر دو زیر بتونپوره ها مونده به هلاکت رسیدند. با دریافت خبر مذکور دسته امدادگران ریاست اولتهای فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه رسیده جسدها را از زیر بتون بیرون آورده به مقامات دخل دور سپردند. سبب این حادثه هنوز دقیق معلوم نیست، ولی بنا به فرضیه کمیته اولتهای فوق‌العاده به احتمال زیاد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری هنگام اجرای کارها میتواند سبب مرگ آنها شده باشد. از 1 نوامبر سال 2022 بار اول در تاجیکستان کودکان دماغه با وایه یکمی واکسین بزد انفکسیه پنیوموکوکی فرا گرفته می شوند. به این مقصد به کشور 273200 وایه واکسین سینفلوریکس وارد کرده شده است. در این باره روز 31 اکتبر مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان در یک نشست خبری ویژه در مرکز جمهوری ایمون پروفیلاکتیکا خبر دادند. انفکسیه پنیوموکوکی یکی از مشکل های جدی سلامتی جمعیتی به حساب رفته، سرایت به آن باعث افزایش بیماری های وزنی به مانند منینگیت، سپسیس و پنیومونیا، اینچنین بیماری های سبکتر چون اتیت گوش،
سینوسیت و برانخیت میگردند. بر اساس ارزیابی های سازمان جهانی تندرستی هر سال در دنیا بیش از 500,000 کودک تا 5 ساله از بیماری های پنیوموکوکی میفتند. اکثر کودکان تا 2 ساله از کشورهای در حال رشد. سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی حالت های فوق العاده و کمک فوری و طبی وزارت تندرستی نوروز جعفرو ذکر نمود که این وزارت با مقصد کاهش دادن بیماری های وزنی منینگیت، سیپسیس و پنیومونیا میان کودکان خردسال اینچنین موجودیت واکسن های موثر و بخطر تصمیم گرفت که واکسن پنیوموکوکی کانیوگاتیا شده را به تقویم ملی ایمونیزاسیا وارد نماید. موافق تقویم ملی ایمونیزاسیا کودکان واکسن ضد سیروتی پنیوموکوک را در سن 2, 4 و 12 ماهگی قبول میکنند. تاکید گردید که شروع اسپاگو یعنی 1 نوامبر اون کودکانی که ام کرده می شوند که تا این ساله به دماغی رسیده باشند. ماز این کودکان با نوبت پس از گرفتن وایه 1 وایه های 2 و 3 این وکسینه را باید از روی مولت های در تقویم ملی ایمونیزاسیا معاین شده گذرند. یعنی برای پورا تامین نمودن معصونیت قوی به ضد سیروت پنیوموکوکی هر کودک باید 3 وایه وکسین مذکور را قبول کند. نمایندگی یونیسف بنیاد کودکان سازمان ملل نیز با نشر یک ویدیو از والدان توجک دعوت کرده است که کودکان خود را حتما به ضد سیرویت پنیوموکوکی ایم کنند. کمیته حالت های فوق العاده توجکستان خبر داد که روز 30 اکتبر سال 2022 در چند منطقه جمهوری از جمله در نویه های نور و بودرودکی سیل اومده در رودکی زمین های کشت و روهای محلی را زیر کرده در نور و بود در موضع قموق در کیلومتر 94-95 روی وادت رشت لخش رو بست. مجرای آب همچنین اولی یک ساکن کوچه نو روز رو در پایتخت شهر دوشنبه زیر کرده است. طبق معلومات سردار بخش کمیته در نویه نوروباد روز 30 اکتبر سال 2022 ساعت 12:30 دقیقه در نتیجه بارش باران در کیلومتر 94-95 شورای بین المللی وادت رشت لخش در 2 نقطه سیلابه فرامده رو بست. برای برطرف کردن پیامدها این حادثه تکنیک نویب و یک اکسیواتر شرکت راسازی آب گرم نوروباد سفربر کرده شده ساعت 15:30 دقیقه رو پورا از سیلابه توزه کرده شد و حرکت واسطه های نقلیات تامین گردید. شب 30 اکتبر سال 2022 ساعت 22:44 دقیقه برای وسط کمیته حالت های فوق العاده شهر دوشنبه درباره به منزل استقامتی یک ساکن کوچه نوروز پایتخت وارد شدن سیل خبر رسید. دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته ساعت 22:50 دقیقه به جای حادثه سفربر شده ساعت 00:24 دقیقه با تجهیزات آبکشی حالت به عمل آمده را برطرف نمودند. در نویه رودکی بر اثر باریدن بارانی های زیاد تخمینا ساعت 1 شب 30 و 31 اکتبر سال 2022 از تپه و سیل جاری شده به زیاده از 40 اولی ساکنان دهه های میروباد و آبشاران جماعت دهات چوریاکوران ضرر رسونیده و اینچنین روهای محلی بین دیهه ها رو قسمان ویرون کرده است. همزمان سیل بچن اولی ساکنان نیز وارد شده است. حالا کمیسیون حالت های فوق العاده نویه در جای حادثه فعالیت دارد و برای برطرف کردن پیامدهای آفت تدبیر ها می اندیشد. حجم ضرر رسیده معین کرده می شود. این سیل خوشبختانه تلفات جانی نداشت. از روز 1 نوامبر سال 2022 خوانندگان تمام مکتب های میانه تاجیکستان به تعطیل تیرمایی برآمدند که در روز تا 2 نوامبر دوام میکند. قبلا سر و صداهای برخواسته بود که به سبب تا 1 ایون جنبه شدن سال تحصیل شاید مهلت تعطیل تیرمایی را تا 7 نوامبر کوتاه کنند، ولی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه رسمی به توجه مسئولان سوای معارف در شهر و نویه ها پدر و مادران و خوانندگان مکتب های میانه رسانید که در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی چوریک 1-31 اکتبر سال 2022 جنبست گردید. طبق نظامنامه نمونوی مؤسسه های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان تعطیل تیرمایی از 1 نوامبر تا 2 نوامبر ادامه می‌یابد. وزارت گفت در سال در چوریک 2 از 11 نوامبر سال 2022 آغاز یافته تا 31 دکامبر سال 2022 ادامه می‌یابند. تا سال 2019 تعطیل تیرمایی و بهاری در تاجیکستان بیکار کرده شده، خوانندگان به جای آن در فصل زمستان 1 ماه تعطیل می‌گرفتند. سبب این مشکلات موجودات در روی تأمین مکتب‌ها با گرمی و نیروی برق بود. از سال 2019 وزارت معارف به نظام معمولی تعطیلات برگشت، ولی تا میانه ماه ایون دوام کردن سال تحصیل موج نوی انتقادهای والدان را
به بار آورد و یک سال پیش پرزیدنت امام‌علی رحمان در سخنرانیش در روز دانش امر داد که سال تحصیل را تا 1 ایون جمع بست کنند. در مکتب‌های میانه تاجیکستان بیش از 2.2 میلیون خواننده تحصیل میکند. هر سال از 180 تا 200 هزار نفر مکتب‌های میانه را در جمهوری ختم میکند. بیش از 3 هزار آنها به مکتب‌های عالی و قسمی به کالج و آموزشگاه‌ها شامل میشوند و ده‌ها هزار دیگر در جستجوی جای کار مناسبتر روی روسیه را پیش میگیرند. در قطار روی اوهد توشکند ورگگرد از یک مسافرزنی که از ازبکستان وارد روسیه میشد 120 کیلو لباسواری به مبلغ بیش از 260 هزار روبل یا حدود 4 هزار دلار پیدا و مصادره کردند. در این باره روز 1 نوامبر سال 2022 با تکیه به باشخانه ولایت استراخان روسیه سامانه محلی گرسکی ویستی خبر داد. بنا به خبر نشر شده این زن زاده تاجیکستان بوده، میخواست با قطار روی اوهن توشکند ولگاگراد 491 سر لباس و همچنین کلاه‌ها را بدون اعلامیه گمرکی با مقصد فروش وارد روسیه کند، ولی کارمندان باشخانه استراخان و مرزبانان روسیه در مرز قزاقستان با روسیه این بار را پیدا و مصادره کردند. در نتیجه تفتیش بغاج این زن معلوم شد که او با خود 120 کیلو لباس از جمله کرتاها، لباس کودکانه و کلاه‌ها را به مبلغ بیش از 260 هزار روبل داشته است. این زن در بیاناتش گفته است که این لباس‌ها را در بازار عمده فروشی توشکند با مقصد فروش منبعده در قلمرو روسیه خریده بود، ولی نمی‌دانست که باید در باشخانه روسیه با خود داشتن این قدر لباس را رسما اعلام کند. به ضد این زن زاده تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 16 کدکس قانون شکنی های ماموری روسیه با اتهام اعلامیه نکردن مولها پرونده ماموری کشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه 1 یا 2 برابر مولهای گرفته شده با مصادره این مولها یا بدون آنها تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کره داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 3 اکتبر و روز 31 اکتبر در 2 صدمه در لایه‌های خراسان و سپیدامین 2 نفر جان باختند. از جمله شام 3 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه راننده افتماشین تمغه مرسدس اکرموف عزیز میرزا دولتوویچ سال تولد 1984 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه خراسان پیاده‌گرد. میرزایف کریم سال تولدش 1968 ساکن امین نویه را که در حالت مستی روی ماشینگرد را عبور میکرد پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد میرزایف جراحات وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. همچنین 31 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه راننده اسکوتر کریم کلوف عثمان سال تولدش 1979 ساکن نویه سپیدامین هنگام حرکت در شارع دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه مذکور به قفای افتماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده غفور افغانی سال تولدش 1967 ساکن شهر استرفشان برخورد است. در نتیجه راننده اسکوتر کریم کلوف به هلاکت رسیده است. مسافر او کریم نعمت‌جان سال تولدش 1964 ساکن نویه سپیدامین جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کره داخلی تاجیکستان روز 1 نوامبر سال 2022 اساسکار شدن باز یک حالت قلابی به مبلغ خیلی بزرگ خبر داد. بنا به اطلاع رسمی هنگام گذرانیدن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر تورسونزاده با گمان قلابی دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده برای شهر قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این ساکن تورسونزاده یک سال پیش روز 29 سپتامبر سال 2021 برای فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن همین شهر در آمده از او یک ماشین تمغه تویوتا کمری 2 ارزشش 120 هزار سومونی و باز 70 هزار سومونی دیگر گرفته وعده داده است که در محله دویم شهر تورسونزاده برایش منزل استقامتی ساخته می‌دهد. اما او مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی خود صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. حجم عمومی ضرر رسانده شده به جبر دیده 190 هزار سومونی و تقریبا 18 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حالت از طرف دوستان کل تاجیکستان بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا کلان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به ساکن تورسونزاده بر اساس این بند قانون جریمه همگفت به اندازه
از 1460 تا 2190 نشاندنده برای ایسوکو و یا از 8 تا 12 سال زندان تعدید میکند. تماشا بینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبر بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.